اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. تلنگر به در زد که از راه دور وطن بازگشت. دلم خون شد از درد میهن زهر کوی و هر برزنی که گذشت. به جای درختان سرو خیابان شمران و آن دست گنجشک‌های پر از شور و آواز، نشسته به بام درختان کلاغی و مرسی خانان مرگ و سیاهی. عزای عزیزان و اعدام یاران چه گویم من از ملک ایران؟ ز تبریز و مازندران و خراسان چه گویم که گیلان من خشکزاره؟ ارومیم خسته، جلفای من بیقرار است، سنندش پریشان، مهاباد در سوی یاران، شب بیستون داغدار و پریشان، لرستان و ایلام و اهواز خونین. غم داغداران بوشهر سنگین، به بستک، به بندر، به کرمان غمگین. دلم پاره پاره ز درد بلوچان دیرین. خراسان من اشکبار شهیدان چه گویم من از میهنم خاک ایران. دوشنبه 9 اوت 18 مرداد. علیرضا نوری‌زاده به شما سلام. حکایت سرزمین ما به اونجا رسیده که مخبر دسفولی میشه معاون اول رئیس جمهور. خیلی تلخه، خیلی تلخه. مخبر دسفولی رو شاید بعضی از شما بشناسید، بعضی ها نشناسید. این جانور در میان جانوران جمهوری ولدفقیه جایگاه خاصی داره، برای که هم سید علی آقا اون گنجینه بزرگ 8 ماده فرمان امام رو به دست آقا سپرده و این حضرت با امکانات وسیعی که در اختیارش بود اون جایی که باید پولا رو به دست سید علی آقا و نوکرانش میرسون البته دریغ نمی کرد. همه جور در خدمت آقا بود و همه جورم به آقا خدماتش رو ارائه می کرد. آقای خامنه‌ای این روزها به اعتقاد من یه حالت خاصی آقای خامنه‌ای پیدا کرد. حالت خاصشم به این معناست که ایشون خیالش راحت شده، میگه همه نوکرای خوب و وفادار رو دور خودم جمع کردم. خب دیگه چه مشکلی دارم؟ همشون هستن و خدا رو شکر این نوکرها در نهایت مهر به من خدمت میکنن. منم هیچ مشکلی دیگه ندارم و خدا رو شکر، خدا رو شکر که نوکرای من همشون سرسپرده منه. این حالتی که خامنه‌ای پیدا کرده معمولا دیکتاتورها در همشون در پایان زندگیشون پیدا میکنن. یه حالت ویژه‌ایه، یه حالتی است که اولا از همه میترسن، در این حال یه عده رو برای خودشون انتخاب میکنن، میگن این عده دیگه به ما وفادار، این عده دیگه حرف نداره، همه جور این عده با ما راه میان و هیچ مشکلی هم باید نداره. اینه که در اینی که مثلا دلش نمیخواست قالیباف در مقام ریاست جمهوری باشه،
قالیباف رو به مجلس فرستاد. گفت تو مجلس باشه مشکلی باش ندارم. تو مجلس باشه قابل کنترل. از اون طرف رئیسی رو آورد برای ریاست جمهوری، چون گمانش بر اینه که رئیسی میتونه محلل خوبی باشه و زمین رو برای آقازاده آقا مشتبه آماده کن. بعد نگاه کنید محسنی اژه‌ای رو آورد، هر لحظه میتونه دمش رو بگیره بنزه تو سطح خاک، چون فاسدترین فاسد هست، قاتلترین قاتل هست. حیفون جانشینش قائم مقامش اسم نازنین مصدق رو داره، البته اسم مرکبه، ولی حیف اون اسم که روی چنین آدمی گذاشته شده باشه. در طول، حالا من به تمام این موضوعات امروز رسیدگی خواهم کرد، مسئله کابینه، مسئله دعواهایی که شروع شد. شما فکر کنید دعوایی که چمران با زاکانی داشت سر مهدی چمران رئیس انجمن شهر تهران شد، شورای شهر. خب قبلا هم دو دوره بوده، حالا اون چقدر دوزیده بمانه. ولی برای اینکه یه کسی شهردار بشه یه ویژگی هایی داره. تنها ویژگی زاکانی دو تا زن داره، یکی دو قومی دی تهران، و ایراد بهش میگیرن. یعنی آقا چجوری شهردار قوم میخواد چیز میشه زاکانی؟ فقط میگه از مردم قوم پوزش میخوام که دیگر نم نماینده قوم ستون فقرات مجلس نیستم، نظام ستون فقرات نظام در مجلس نیستم. این جانور رو نگاه کنید در طول مدتی که نماینده مجلس بوده چی کار کرده. دل دزدی های وسیع، زمین هایی که تو قوم بالا کشیدن با استاندار، و خیلی تلخه. خیلی من از حکایت سرزمینم اشک میریزم و نمیتونم گاهی خودم رو کنترل کنم. آقای سروری مده با مجری صدا و سیما گفتگو کرده که چرا این آدم بدون داشتن صفات لازمه شهردار تهران شد. کرم اینجا گفته که در سال 97 هیئت وزیران مصوب کرده انتخاب شهردار، بعد 9 سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های شهرهای با جمعیت بیش از 1 میلیون داشته باشه، مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. بله. چنین مصوبه‌ای هست؟ بله بله، این مصوبه هست. و این 9 سال سابقه مدیریت ایشون؟ ایشون خب 12 سال نماینده مجلس بودن، در تطبیق این جزء مدیریت‌های ارشد محاسبه میشه. ایشون خیلی بیشتر از 9 سال رو در بحث مدارک مرتبط یه مشکلی وجود داره که هم در مجلس هم در دولت داریم پیگیری میکنیم اشتباهی شده. ببینید یکی از موضوعات مهم شهر بحث سلامته، همین الان ما با موضوع کرونا مواجه هستیم دیگه. ظاهرا اشتباهی در وزارت کشور در تعیین مدیریت مرتبط شده. حالا من نمیخوام بعضی از رشته ها رو نام ببرم که طبیعتا میشه گفت خیلی به سختی میشه او رو مرتبط کرد با مثلا نیازهای مدیریت شهری. یعنی ساده میخواید بگید که خیلی سخته ما کسی رو پیدا کنیم همه شرایط رو داشته باشه، مدرکش هم مرتبط باشه؟ بله. نه میخوام بگم که این مدرک مرتبطه، مدرک ایشون یعنی بله، یعنی ایشون پزشک هسته‌ایه، با موضوع سلامت سر و کار داره و طبیعیه که یکی از نیازهای جامعه ما موضوع سلامته. اصلا ما خدمات اجتماعی و سلامت داریم، موضوع سلامتی موضوع مرتبط با موضوع مدیریت شهری. این به نظرم فراموش شده. الان هماهنگی صورت گرفته هم با مجلس هم با دولت که به زودی انشالله این اصلاح بشه و این مشکل رفع بشه. خود آقا میفرمایند که بله این مشکل وجود داره، اما هماهنگی لازم قرار گرفته که ما بتونیم یا آقا شمشمی مثل ایشون رو در مقام شهرداری بنشونیم. چمران با دختر قاسم سلیمانی گله کرد که مثلا شب خوابم نبرده و چجوری من تحمل کنم یه همچه آدمی بیاد بشه شهردار تهران. شهردار توسلی، آدم نازنینی، بعد از انقلاب او شهردار شد. و منصور پاکنشان دوست منم رئیس روابط عمومی شده بود، کار میکرد در بعد حتی الویری کار کرد. حالا دیگه اون کرباسی که اومد به هر حال یه مقدار اون تحولاتی که ایجاد کرد
شهرداری رو صاحب پول کرد. اما خیلی ها ایراد میگیرن که این کارایی که کرد که وسط کوچه‌های فرمانی آسمان خراش درست کرد به ضرر کشور. اما ملک مدنی با تمام وجود کار کرد. محمد حسن ملک مدنی یکی از خدمتگزاران این مملکت بوده که نامش در کنار مهام، در کنار شهرستانی، در کنار اینا باقی خواهد. خدمت کرد به این کشور. حالا فکر کنی زاکانی میاد اونجا. فردای اون روز با 7-8 تا از این انجمن شهری ها دست به یکی میکنن برای غارت و چاپیدن. خیلی جالبه بر پیشانی سید علی آقا بنویسن رئیس دوست‌ها، یعنی تمام آدم خورای اونجا جمع بشن، دوستا جمع بشن زیر نگین ایشون، زیر امامه ایشون، و خوشحالم باشن که در خدمت مقام معظم رهبری هست. تو اون مملکت آدم شجاع بسیار پیدا میشه، خیلی زیاد پیدا میشه. من وقتی خانم سپهری رو میبینم سر تعظیم فرو میارم، احترامم به او 1000 برابر میشه. و ایشون بعد از آزادی از زندان حرفهایی زد، امروز البته در برنامه دوست و همکار عزیزم جمشید چالنگی هست، ولی ببینیم چه حرفهایی زد. سلام هم میهنان، امروز 16 مرداد. من روز 10 مرداد رفتم اول امامت پارک ملت مشهد. قرار بود که دوستان بیان، معلمین بیان و یه همبستگی با مردم خوزستان و آزادی زندانیان سیاسی، که من هم رفتم و هنوز کسی نیامده بود، ولی نیرو زیاد بود که من همونجا رو نیمکت نشسته بودم که خب چهره من شناخته شده تا یک حدی، و مامورین اومدن، زن و مرد رو سر منو به من شوکر زدن و من بازداشت کردن، تو جوب انداختن و خیلی بدجور منو بازداشت کردن. و رفتم اطلاعات تا امروز بودم، همون قسمتی که هم 2 پیش بودم، و امروز منو گفتن برو خونه، در حالی که از دیروز بسیار بیمار بودم. دکترم بردن امروز منو بیمارستان شریعتی مشهد. و بعد واقعا باید به این زن باشکوه سرفرو دارد، واقعا باید سرفرو دارد. من تمام مدتی که او دست به مبارزه شدید زده نگاه میکنم، زنی در اوج جوانی شوهرش رو دست میده در جبهه، فرزندش رو به دندان میگیره، با تمام ناجوانمردی های این رژیم، با تمام توهین هایی که به او میکنه، با تمام حرفای ناروایی که به او میزنن، با تمام وجود درود بهش میفرستن. خانم فاطمه سپهری در قلب ملت چاد. در مورد این واکسن کرونا داستان دور و درازه. پریروز بود دیدم که 400 نفر در ایران کشته شد. اینا رو باید کشته شدن. مجرم اصلی هم سید علی آقاست. و اینا که میگن آقای رئیسی هم حالا دم در آوردن. اول رئیسی رو حرفش رو گوش بدیم تا خدمتتون بگم. جنسن عمومی قبل از فصل سرما بتونه در کشور انجام بشه. ما تأکید داریم این قضیه رو. هم من به مسئولین وزارت بهداشت عرض کردم در جلسه ستاد مبارزه با کرونا، همینجا عرض میکنم که امروز در کشور واکسیناسیون عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیر از اولویت های مهم دولته که از طریق واکسن داخلی یا از طریق واردات به هر میزان که ضرورت داشته باشه سریعتر انشاءالله مردم واکسن زده بشن و این واکسیناسیون عمومی انشاءالله انجام بشه. خواهشم از مردم عزیزمون این است که حتما رعایت اصول بهداشتی رو داشته باشن، در هر کوی و برزنی که هستن حتما اونچه که تأکید میشه از طریق رسانه ملی برای سلامت جان خودشون داشته باشن، و مسئولین مربوطه هم تلاش بکنن که اونچه از الزامات گفته. حالا ببینیم آقای احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی نژاد، ایشون چه میگوین در باب اظهارات آقای رئیسی و سید علی آقا. ضعیف
واکسیناسیون که به دلیل اعلام‌های مکرر و متناقض، تصمیمات نادرست و نابخردانه، نقض مکرر تعهدات که به مزهکه تبدیل شده بین عام و خاص، اونا به جای اینکه بیان تعهد خودشون رو سلامت مردم ایفا بکنن، اومدن برای مقامات از برندهای مشهوری، از برندهای مشهوری که برای مردم عادی ممنوع بود، اومدن اقدام کردن واکسینه کردن. من بهشون گفتم آیا موضوع مدیریت کرونا برای محاکمه جناب دارچون کافی نیست؟ به جان هم افتادن. یکی دروغ میگه، اون یکی دروغشو فاش میکنه. اون یکی میگوید آقا من مظهر پاکی هستم. این یکی میاد میگه تو مظهر ناپاکی هست. حکایت عجیبی است که این بازی و این ماجرا ادامه خواهد داشت تا سرنگونی رژیم جهل و جور و فساد. یه روز توی کلاب هاوس بودم، این کلاب هاوسی که دوستان لطف کردن برای من درست کردن، روزای یک شنبه 2 ساعت میرم در خدمتشون و بسیار برام لذت بخش بود. جوانایی که میان اونجا، حرفایی که میزنن، واقعا اینا برای من خیلی با ارزش. الان یکیشون برای من یه خبر فرستاد: سازمان بازرسی کل کشور در نامه خطاب به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تأکید کرده است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، از جمله مدارک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط، شهردار تهران باید انتخاب بشه. الان شما دیدید اینا 12 سال نمایندگی مجلس رو میذارن مدیریت کلان. نمیتونه مدیریت کلان باشه به هیچ وجه. در این نامه که به تازگی و پس از رأی اعضای شورای شهر به علیرضا زاکانی نوشته شده و به صراحت عنوان شده که علاوه بر رعایت مقررات در انتخاب شهردار تهران، باید به منافع مردم بدون فشارهای سیاسی و حزبی توجه. ممنونم از فرزندان عزیز من که در کلاب هاوس با من بود و این لطف رو هم به من کرد. من وقتی میرم تو کلاب هاوس بیخیش میشم، باور کن. یه چیز جالبم براتون بگم. یک آقایی هست مثل اون دستیار فیلم برداری که توی پاریس و فوش دادن به مادر من شیوشه، بابت حقوق میگیره، گفتن از ایران به من. یکی دیگه هست که انواع و اقسام ادبیات خانوادگیش رو برای من عرضه میکنه. خیلی جالب، مثلا من روز جمعه در برنامه جمشید عزیزم اشارهی به تلفن زندیات فریدون فرخزاد کرد. ایشون اومده بود رقم داده بود برای جنگ ایران و عراق در سال 88 تموم شد، سال 92 بود. آیا تا 2 سال پیش هنوز اسیر آزاد نمیشد؟ بعد از حتی سرنگونی صدام، در زمان صدام حسین 6 یا 7 مرتبه اسرا آزاد شد و بچه ها از مجموعه ها از آخرین گروه ها بودن، چون بلایی به سر اینا آورده بودن. صدام نمیخواست اینا بیان بیرون و دهان باز کنن و بگوید در زندان ها و ابو غریب های صدام حسین چه خبر. و این آدم اومده بود، اکبر خوشگوش هم همین دیگه، میخواه بگم از یه جا آب میخواد. اکبر خوشگوش از قاتلان زندیات فرخزاد یه وقتی رفت مصاحبه کرد در ایران، یه بارم با روزنامه قانون بود که علیرضا نوریزاده فرخزاد رو کشت. ما تو انگلیس زندگی میکنیم، اینجا هستیم، آدرس و همه چیز ما هم مشخصه، فرخزادم ما کشتیم و همین راحتی. البته خب جواب اون قاتل رو من دادم به موقع. حالا یه وردست پیدا کرده که میاد توی چیز، توی تلگرام، توی فیسبوک، اینجا برمیداره این خزعبلات رو مینویسه. و میشناسم که یه آدم عقده‌ای بیچاره‌ای که میخواست بیاد تو مطبوعات ولی به جای نرسید. در حال من در روز انواع اقسام آدم ها رو دارم. اما امروز اتفاقی که افتاد برای من که خیلی تا 20 دقیقه پیشم ماموران اداره ضد تروریسم اومدن اینجا و بار دیگر به من هشدار دادن و اظهار کردن که مراقبن و از من خواستن یک سلسله اقدامات انجام بدم و یک دستگاهی رو
برای ما یا نصب کردن که بتونیم در ارتباط مستقیم باشیم، هر لحظه احساس خطری آدم میکنه. ولی چیزی که اینا به من میگفتن خیلی جالب بود. آقا در میان این همه آدم چرا همیشه یه انگوش روی 3 تا آدم 4 تا آدم گذاشته میشه؟ اونا برگشتن گفتن این به میزان حساسیت رژیم ارتباط داره و میزان توجه مردم. با خودشون رفته بودن آمار گرفتن، پرسیده بودن، به خصوص اون کسی که رئیس گروه بود، ما هم تحقیق کردیم، رفتیم دیدیم و برامون آشکار روشنه که رژیم حساسیت داره، ناراحته. و من بهشون گفتم ببین، ما یه شعری داریم در زبان فارسی، یه گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. مجله اطلاعات هفتگی رو به یاد میارم، عکس شاه رو روی جلد انداخته بود، شاه اینجاهاش هم باند بود که اون گلوله که عبور کرده بود و این شعر رو زیرش نوشته. به هر حال ماها قضا و قدری نیستیم، ولی باوری داریم. من حالا میشینم به دکتر حسام نوذری و علی نیری گوش میدم یا به بهرام مشیری عزیز، در خیلی از باورهام تردید میکنم، مشخص برام، ولی یه چیزی رو من دوست دارم و اون خداست. عاشقانه دوستش دارم، باش حرف میزنم، باش زندگی میکنم، درد دل میکنم. اونو دیگه از من کسی نمیتونه بگیره، اون با من هست. باری بریم سر اخبار و مطالب. آقای رئیسی مخبرشو اوورد نشون به عنوان معاون اول. شما نگاه کنید از همون آغاز انقلاب قیافه این آدم رو نگاه کنید. شما خیلی که به اینجا بدید، این چه میگم جاده خرکشی، اونجا بهش یک مقام ممکنه بید. نخیر، جناب آقای مخبر دسفولی از نوادگان آیت الله مخبر بودن، برای خودشون سابقه میسازن، جد آبادشون رو مطرح میکنن و میشن مخبر دسفولی، معاون اول رئیس جمهوری ایران. رئیس جمهوری کیه؟ پسر یک آخوند جلنبوری دوزاری که رفته زن علم الهدا رو گرفته که بره بالا، چون از آدم خورای صفحه اول. بعدم تو دادگستری از 20 سالگی کشته. سید علی آقا دیگه بهتر از این رئیس جمهوری گیرش نمید. احمدی نژاد که انتخاب کرده بود، مرتب احمدی نژاد رو به رخ خاتمی و رفسنجانی و بقیه میکشه. آقای احمدی نژاد بسیار به ما نزدیکتر از آقای هاشمی. اسم خاتمی رو که اصلا نباید میبود. ولی عاقبتش دیدی چه شد. امروز احمدی نژاد کاردیست که تو چشم و قلب سید علی آقا و آقا مشتبه میره. این یادتون باشه. آقا مشتبه به خاطر احمدی نژاد از قالیبافش گذشت. ولی در این مورد نه، این داستان. اتفاقی که داره میفته اینو براتون بذارید بگم. کابینه ای که عهده‌دار مسئولیت ها خواهد بود، آقای رئیسی میگه یه کابینه ائتلافیه، از همه رنگ ها و تیره ها تو این کابینه هستن. مرد بودی یه وزیر سنی میآورد، اگه خیلی مرد و لوتی بودی یه کرد و یه بلوچ و یه عرب و یک آذربایجانی، اینا رو پستای مهم بهشون میداد. این وقت میتونه زادم یه لحظه تعمل کنه بگی نه این میخواد یه کاری بکن، ولی رو همش دروغ و فریب کنه. کابینه که ایشون چید 3 بار توسط سید علی آقا خط خورد. ایشون بسیار دلش میخواست که حتی اقل بهش آقای خامنه احترامی بگذاره. 4-5 تا وزراشو مثل وزیر خارجه، مثل وزیر دارایی، مثل وزیر نفت، مثل وزیر کشور، اجازه بده اینا رو خودش انتخاب بکنه. و این مردک نمیدونست که از روز اول
آقای خامنه‌ای چند تا وزارتخونه را از آن خودش بود، خیلی روشن و آشکار. بریم با یکی از تحفه‌های که در کنار علی باقری اسمش در فهرست وزرای خارجه بعد از این هست، به حرفای عاشقانه او نسبت به قاسم سلیمانی گوش بود. من آخرین سفری که به دمشق داشتم، جمعی از دوستان سردار سلیمانی که جزء مستشاران نظامی هستند و هنوز میدونید در سوریه جنگ علیه تروریسم در بعضی از مناطق ادامه داره، اینا میگفتن که رابطه روحی ما با سردار به گونه ایست گاهی اوقات عملیاتی داریم با همکاری نیروهای مسلح سوریه و اینا که یه منطقه ای رو بریم آزاد بکنیم که در اختیار تروریست هاست هنوز در مثلا شرق فرات در سوریه، شب سردار رو تو خواب میبینیم، روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا برید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید طی کنید و ما فردا با اون نقشه میریم. این دیگه خیلی باید اون سیمشون وصل باشه، این ارتباطات رو داشته باشن. بله، آقای امیر عبداللهیان، براتون گفتم این آدم مثل جن میمونه در مقابل همسایگان عرب ما و بسیار از اون متنفره، بسیار. چندین نوبت پیغام داده بودن، یه وقتی آقای خامنه‌ای میخواست او رو فرستاده مخصوص خودش بکنه بعد از اینکه ظریف تونست از وزارت خارجه بندازدش بیرون، ولی آقای روحانی گفت نمیشه این آدم بیاد، من باید با همه کشورها سر جدال داشته باشم چون آدم منفوره و کسی بهش اعتنایی نداره. یه بچه آخوند اینم باز بی سواد که ادعاهای بسیار زیادی هم. آقای رئیسی یک سلسله اسم نوشته، اینا رو داده خدمت حضرت آقا. حضرت آقا نگاه کردن، نه این درست نیست، این یکی هم درست نیست، این یکی که اصلا درست نیست، این یکی هم درست نیست. پس بنده رئیس جمهوری قازم اینجا چیکار میخوام بکنم؟ چه عملی رو میخوام بیام انجام بدم؟ آقای خامنه‌ای گفتن فعلا تحمل بفرمایید تا بنده تصمیم نهاییمو راجع به کابینه بگیرم، وقت به شما ابلاغ میکنم شما تنفیذ بفرمایید. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. با درود بسیار، عجب کار قشنگی بود. چند روز پیش جلال ستاری درگذشت. آقا جلال یکی از اون بزرگان اهل اندیشه و ادب بود، هرگز به سیاست آلوده نشد، مرد نازنینی بود. این آدم در 1110 در مرداد 1910 در محله خواهر امام رشت به دنیا، خیلی کوشا بود در درس خوندن، بعد اومد دارالفنون دبیرستان رفت، در امتحان اعزام مؤسسه قبول شد تو اوج اون سالهای شلوغی نفت و غیره و کشتن رزمارا. و در اون زمان در امتحان اعزام قبول شد به سوئیس رفت. من گاهی اوقات نگاه میکنم این آدم در این زندگی پربرکت 90 سال چه کارهای ارزشمندی از خود به جا گذاشت. نه شغلی قبول کرد، نه بعد از انقلابم اذیتش خیلی کرد. نازنین مردی بود که من غیبتش رو یک ضایعه می‌دونم. به خانواده عزیزش، به شاگردانش با همه وجود تسلیت میکرد. این مردان واقعا از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار خرد هزاران بیش هست. بزرگمردی بود که رفت. بزرگمردایی هم هستند که هستند و ستایششون میکنه. این آقای قراکی یک آهنگساز برجسته که وقتی در جدایی نادرسیمی من آهنگشو شنیدم تکون خوردم. یه وقتی اسفند منفردزاده اومد با آهنگ قیصر و شروع کرد و تسخیر کرد.
حالا اسفند در خارجه و دیدم که این اوراکی ستار چقدر قشنگ و دلاورانه می ایسته و از حقوق ملتش حمایت می کنه. گوش بده. مرگ بر اون دسته از مسئولین بیکفایت و بیلیاقتی که مملکت ما رو به این روز کشوندن. مرگ بر این مسئولین. مرگ. امیدوارم که این تیرهایی که توی سینه های جوون های ما نشانه میگیرن و فرو میکنن به زودی این سر نیزه نصیب خودشون بشه، که این چنین این جوون هایی که فقط دنبال آب و نان و بیکاری هستن باید این شکلی کشته بشن. از جوون های عزیزمون در خوزستان و همه جای این کشور عزیز و ارزشمند. در آخر فقط ایران میماند و ایرانی. من جایزم رو تقدیم میکنم به خوزستان عزیز. ستایش باید کرد. یه همچه انسانی رو که با این آزادی و دلاوری میاد و حرف میزنه و نمیترسه، با همه وجود ستایشت میکنم آقای اوراکی عزیز. یه خبری دیدم خیلی منو متاثر کرد. یک حیوانی که اینا حیوان هم نیستن، حیوان چه این کاری میکنه، پشت ماشین نشسته داره میره، دو تا دختر جوانم دارن راه میرن. حجابتو بپوش، حجابتو درست کن. دخترها بی اعتنایی دارن، در این با ماشین میره اینا رو زیر میکنه و یکیشون رو دو بار. آخه این در کدوم تیمارستانی چنین اتفاق میفته جز در جمهوری ولایت فقیه؟ بسیار متاسفم، بسیار، که در این مملکت حساب و کتابی وجود نداره. امروز شورای امنیت جلسه داشتند و هند رو انتخاب کردند. مسائل مهمی در اونجا مطرح شد، مسائلی از قبیل حمله جمهوری ولایت فقیه به کشت نفتکش اسرائیلی و همین تلاششون برای ربودن یک کشتی. واقعا نگاه کردم چقدر این رژیم ایران رو بی ارزش و بی اعتبار کرده، چقدر جایگاه ما فرو نشسته و فرو شکسته. بسیار تلخه. وطنی که دوستش داری، وطنی که باهاش زندگی کردی، وطنی که کودکی توی جوانی توی آرامگاه پدر و مادرت هست، امروز به این روز فلاکت بیفته که سید ابراهیم رئیسی بشه رئیس جمهوریش و اون الباقی جانورارم که براتون گفتم. دو زن در ارومیه، شهر روشنفکرای ایران، به علت حضور ارمنی ها، کردها، شهر بسیار بسیار پیشرفته‌ای بود ارومیه همیشه، و من بسیار متاسفم که در پرتو رژیم ولایت فقیه کار به جای میرسه که ما شاهد این مناظر هستیم. توی تمام این مطالبی که میشینم دیدم امام جمعه اصفهان آقای طباطبایی، دیدم این یکی اومده میگه که بله روز امسال محرم و عاشورا و تاسوعا و غیره میتوان عزاداری نکرد چون جان انسان از همه چی مهمتره. خدا رو شکر یکیشون اومد حرف زد. دارید شما صداییشون رو یا نه؟ وقتی ما میبینیم ائمه ما علیهم السلام هیچ کدامشون عزاداری نکرد، به خاطر اینکه دشمن وجود داشت، لطمه میدیدن مسلمونا. اگر میخواستن یه مجلس عزایی حضرت امام صادق یا حضرت امام باقر علیهم السلام یا بقیه ائمه ما بگیرن که همواره دشمن بر اونا مسلط بود، اصلا عزاداری نکردن. خب اونا هم باید میگفتن ما عزاداری میکنیم، کشتن بشیم بشیم. این نیست، این حرف بیجاست. دستورات ما دستورات الهیه. اگر به ما گفته بودن در عزای امام حسین ولو کشته بشین، چشم، میرفتیم، هیچ مشکلی هم نداشت. اما این که بخوایم روی احساسات و روی عقل شخصی خودمون که به جایی هم نمیرسه بخوایم دستورالعمل برای مردم صادر کنیم، نخه میریم ولو میدونیم کرونا هست، ولو کرونا میکشدمون،
ما جون در راه امام حسین، اینا کلا سر مردم گذاشتن و فریب دادن مردمه. به چه دلیلی نرفا رو میذارید؟ از کجای روایت و از قرآن اینا رو فهمیدید؟ ببینید اگر ما کسی خاص احکامی صادر کنه بدون استناد به قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، باید بدونیم کار راه اشتباهی رو میره و افراد رو به ضلالت و گمراهی میکشه. بنابراین عرض باید بکنم عزاداری برای امام حسین یکی از شعائر اسلامی، بله عزاداری میکنیم، اما اگر جان یک انسانی در خطر باشه رو بیخاصیت که هیچ ارزشی ندارن یه حرفی زد که معنا، حالا من نمیدونم پشت پرده چی بوده، رقیبش روزخونی را انداخته، یه وقتی بود یک روحانی برجسته در اصفهان بود به نام مرحوم حاج حسین خادم، آدم برجسته، خانوادش، خودش، فرزندان، تمام آدم های برجسته، در مقابل سید جلال روزخون بود. سید جلال روزخون که معروف بود، میگفتن مصرفش روزی یک کیلوه، این آدم نوکر خمینی بود، طابق و نعل بدن، هرچی آقا میفرمود این اجرا می. مرحوم آقای خادمی برعکس، خادمی آدم پاکی بود، آدم درستی بود، و در نتیجه وقتی مرحوم خادمی رفت، سید جلال روزخون نفسی به راحتی کشید، دال مالک و رقاب اصفهان میشه، اما مردم بهش پشت کردن. این آخری ها ناچار شد به حکومت جمهوری ولایت فقیه هم پشت بکنه. این خیلی بر من جالب بود، خیلی جالب بود. و وقتی تأمل میکردم میدم خدایا عاقبت به خیری آدم چجوری میشه؟ الان حرفایی نمیدونم خانم فائزه هاشمی رو شنید یا نه، رسمن با آقای خامنه‌ای میگه بنزه یک مبتدی از سیاست و روابط بین الملل چیزی نمیفهمه، چون دفتر مقام معظم اومدن اون ویدیو رو فیلم رو پخش کردن که کنار آقای رفسنجانی نشسته و بعدم میگه بله آقای روحانی پیشنهادهایی داد، شما هم چند تا به قلمتون نوشتید ولی من مخالفت کردم، من مخالفت کردم تا کشورم با فلاکت روبرو بشه، با بحران روبرو بشه، با سانکشن‌های متعدد، تحریم‌های بسیار روبرو بشه. واقعا اسباب تأسف منه. دارید شما ویدیوی خانم هاشمی رو یا ندارید؟ بله. باری مهم نیست. حالا کل لب حرفشون این بود که بله این داستان چنین است. امروز یه اتفاق دیگه هم که افتاد، آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ولایت فقیه، با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگو. سید ابراهیم رئیسی، وای خدای من، بیچاره و مترجمی که باید حرفای اینو ترجمه، با انتقاد از عدم پایبندی سه کشور اروپایی حاضر در برجام، یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان، گفته که در هر مذاکره باید حقوق و منافع ایران تأمین شود. منافع ایران نگید، بگو منافع رژیم منحوس جمهوری ولایت فقیه. کاخ الیزه میگه آقای مکرون هم در این معامله از ایران خواسته نقش برجام، نقض برجام را فورا متوقف کنه و برای به نتیجه رسیدن تلاش ها برای برجام مذاکره کنه. هنوزم اروپایی‌ها امیدوارن با این رژیم آدمخور به توافق برسن. خیلی برای من جالبه که اینا متوجه نمیشن این کلاگذاری و باج سبیل گرفتن رژیم جمهوری اسلامی نتیجه مستقیم سیاست‌های غلط اونها بوده که هماره در طول این 42 سال به رژیم جمهوری ولایت فقیه باج داد. و از این بابت بسیار متاسفم. آنچه که بیش از این منو داره خیلی آزار میده، نگرانم میکنه، مسئله افغانستان. مسئله افغانستانه. این ملتی که این همه رنج کشیدن، حالا دولت میخواد نیروهای مردمی رو علیه طالبان بسیج کنه،
آقای اشرف غنی میلیاردها کجا رفت؟ اون آقای کرزا رو باید یقش رو بگیرین در یه دادگاه عمومی جلوی مردم محاکمش کنین. اون کیسه کیسه پولایی که از جمهوری ولایت فقیه گرفت برای چی بود؟ و طالبان پاشه دوباره یه مش آدم خور، یه مش آدم پا به رهنه پاشن بیان، حالا که قوی شدن، دولت عظمای قطر پول داده بهشون، روسا بهشون اسلحه دادن، جمهوری ولایت فقیه اسلحه داده، زن داده، خیلی کار دیگه کرده، ایشونم بله بران فعلا شهر به شهر دارن میرن جون. اینا اومدن زرنج رو گرفتن، طالقان رو گرفتن، قندوز رو گرفتن، سرپل و شیرقان. جلال دوستم که مریضم هست، از ترکیه مدت بود بازگشت، استاد عبدالکریم خلیلی افسرده و ناراحت، او هم در صحنه هست، عبدالله عبدالله و همین آقای غنی که با همسر ریاست جمهوری کودککاری میکردن و دعوا، حالا ناگهان متوجه شدن که ناگهان بانگی برآمد، افغانستان نیست و ما شاهد این هستیم که آی مردم چه میکشن. دولت افغانستان عده‌ای از زندانیان رو در بعضی از شهرهای شمالی افغانستان آزاد کرد. اینا زندانیانی بودن که متهم بودن به اینکه پول دزدیدن، سوء استفاده کردن. حالا سوء استفاده کردن بزرگ کجا نشسته؟ و در این گیرودار دولت آمریکا رفته با B-52 چند جا رو بمباران کرده. این آقای جو بایدن که یک کپی مطابق اصل باراک حسین اوباماست، یک ذره فکر نمیکنه. ملت افغانستان داری مردک نابود میکنی به خاطر که سربازاتو ورداری بیاری افغانستان رو به امان خدا. چرا با ملت افغان این کارو کردی؟ اگه قرار بود طالبان بماند، چرا فقط به خاطر خودتون طالبان رو اومدید زدید؟ همون کاری که تو عراق کردی. رئیس هشت و شعبی جزء مهمانان بزرگ جمهوری ولایت فقیه رفته تهران. فکر کن یک منظومه تروریستی رئیسش میره تهران. چرا؟ چون نباید حجت کم بشه. باید اونجا وقتی که رئیس حماس هست، وقتی اسماعیل هنیه هست و دار و دستش، وقتی آقای نخاله هست جهاد اسلامی و دار و دستش، وقتی حاج آقا قاسم حزب الله هست نایب حسن نصرالله و دار و دست همراهانش، معلومه رئیس هشت و شعبی عراق هم باید باشه. اینا با ولایتی ملاقات های متعدد داشتن، ملاقات های با عسکر حجازی داشتن، با خود سید علی آقا امروز و فردا کردن. سید علی آقا حال نداره، بعدم سید علی آقا خیلی راغب نیست اینا رو ببینه، مبادا به وجود مبارکش یه ویروس جدید رو منتقل کنه. متاسف. وقتی که بله گفتن صحبت رو دارن گوش بدیم، حرف رو بشن. ملل چیزی نمیداند و انتشار کلیپ مجادله با پدرش نشان میداد او در این زمینه از کمبود اعتماد به نفس رنج میبرد. فائز هاشمی در گفتگویی گفته پدر او 5 سال است مرده و او نمیداند که منتشر کنندگان فیلم عبرت در سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی از چه میترسند که اینطور ناجوان مردانه دست به تخریب پدرش زدند. فائزه افسوده ممکن است هدف رسیدن به قدرت و دیکتاتوری بیشتر باشد، اما این تخریب یک دلیل دیگر هم میتواند داشته باشد و آن نداشتن اعتماد به نفس است. یعنی علارغم اینکه خامنه‌ای قدرت کامل را در اختیار دارد، اما خودش هم خودش را باور ندارد. فائزه هاشمی گفته خامنه ای با این کلیپ در واقع میخواهد اعتماد به نفس به دست آورد و سر و صداهای اطراف خودش را کاهش دهد، اما این راه ها جواب نمیدهد. دختر هاشمی رفسنجانی گفته متاسفانه تصمیم درباره انتشار این مستند در سطح بالا گرفته شده است و سوال من این است چطور اجازه داده شده که این فیلم یک طرفه و دروغ ساخته شود. فائزه گفته در این فیلم صدای رهبر رساست، اما حتی صدای هاشمی رفسنجانی برای چند ثانیه هم درست شنیده نمی شود. او گفته پدرش روابط با دنیا را ضرورت کشورداری و حکمرانی می دانسته، در حالی که علی خامنه‌ای در توجیه عدم رابطه با آمریکا
دائما بر بی‌اعتمادی به غرب تاکید می‌کند. فائزه هاشمی افسوده هر دانشجوی کلاس اول علوم سیاسی هم می‌داند که در روابط خارجی اصلاً اعتماد جایی ندارد و در سیاست خارجی حرف اول را قدرت و حرف دوم را منافع می‌زند. فائزه گفته چرا آقای خامنه‌ای مدام بحث را طرف این موضوع می‌برد که به غرب نمی‌شود اعتماد کرد و افسوده این حرف نشانه ناآگاهی رهبر نسبت به شرایط مذاکره است، چرا که اگر اختلافی با آمریکا وجود نداشت که مذاکره نیاز نبود. فرزند هاشمی رفسنجانی در ادامه گفته رهبر جمهوری اسلامی دائما با اتکا به این استدلال مدعی می شود. بله، واعظ خانم شنیدین چه گفت. حالا دو تا منظر پیش چشمتون بذار. دختر هاشمی رفسنجانی در تمام این سالها تمام امکانات در اختیارش بود. باید دختر جوان ایرانی که پا میشه میره دنبال هنرش بدون حمایت، بدون پشتیبانی، بدون پول، بدون همیشه میره تو روم، به نقطه میرسه کارا نمایشگاهاش رو در روم پشت هم میزنه. البته شاهید همیشه این هنرمندان رو پیگیر میشه میره، ولی این یکی رو تنگستانی همکار عزیزم که برنامه سینما رکس رو براتون میده، برنامه که من خودم خیلی دوستش دارم، او برای من فرستاد. نگاه کنیم به دیگه. متولد سال 1371م. از سال 2012 توی آکادمی هنر میلان درس خوندم، فارغ التحصیل رشته گرافیکم و بعدم مستر عکاسی خوندم. در دوره هنرستانم هم گرافیک خوندم و از همون موقع خیلی علاقه زیادی به عکاسی داشتم و توی تاریک خونه بیشتر زمانم رو میگذروندم و لذت میبردم از چاپ و ظهور عکس. منظورم از گرافیکی که خوندم گرافیک کامپیوتری نیستش، همش تکنیکای دستی و چاپای خیلی آنتیک قدیمی، یعنی دهه 80 دهه 70 مثل سریگرافی، لیتوگرافی‌های مختلفی انجام دادم و سعی می‌کنم از این تکنیک‌هایی که خیلی آنتیک هستن با تکنولوژی و عکاسی ادغامشون بکنم تا چیزای جدیدی درست بکنم. نمایشگاهی که در حال حاضر توی میلان دارم توی منطقه آرتیستیک و هیستوریک شهر در مقابل آکادمی هنرهای زیبای بررا هست، استودیو قدیمی پیرو منسونی، آرتیست نامدار ایتالیایی که خالق خیلی از اثرهای جدید. تبریک میگم به الیا حق، در حال دیگه جوان ایرانی که نمونه های بسیارشون رو ما در دنیا میبینیم امروز، هر کدوم در عرصه‌ای موفق شدن اسم ایرانی رو بالا ببرن. من نگاه میکردم به برندگانمون در المپیک، دستمون امسال یادم میاد مقایسه میکنم با المپیک لندن چه خبر بود، هر یه مدال طلا، هر یه مدال نقره و برنز ماها رو به چه شور و هیجانی میرسون، گویی که اون پرچم منحوس رژیم میرفت بالا، ولی مهم نبود. ما پرچم شیر و خورشید نشان رو میدیدیم که بالا میاد. برای ما اون پرچم شایسته اینه که پرچم ایران باشه. بر رو قسمت اون فعلا اینه که با این رژیم آدمخور سر و کار داشته باشه. ولی جوانان ما هر گوشه جهان که هستن نام و اعتبار ما رو بالاتر و بالاتر. یادم هست پرویز جان کاردان خیلی علاقه داشت این جوانان رو عرضه بکنه، باشون گفتگو کنه و چه کارهای قشنگ. مسیح علی نژاد همیشه باش گفتگو میکرد، همیشه در برنامه‌هاش از او یاد میکرد. در حال آرزو میکنم به همت نسل جوان، واقعا نسل جوانی که سیمین بانو بهبهانی پشت سرشون قسم میخورد، به همت اون دوباره وطن رو بسازیم، به همت نسل جوان ستون بزنیم. ماها شما جوانا اون شانه های عزیز رو حالا احتیاج داریم، ولی بگذارید بر استخوان ما، مایی که داریم میپوکیم، قبل از پوکیدن این استخوان ها ستون بشه برای وطن، بعد نوبت شما هم میرسه. همه آرزوی من اینه پیشانی بر خاک خانه پدری بگذارم، ببوسمش، از عطرش سرشار بشم و فریاد بزنم ایران خانم، تا
دوست دارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.